نکنن، اگر تو لیاقت داشتی کاری میکردی که دخالت نکنن. یا اون جایی که میگه من اطلاع ندارم که ظلم شده در کشورم، اگر واقعا هم راست بگه که اطلاع نداشته، آقای شاه فاطمه شه اسلامی اگر اطلاع نداری که در کشورتون دور میشود، برو کنار، بیلیاقتی دستگاه خبررسانی ناقصه. ملت افغان باید سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه. یک لطیفه بگم که مربوط به موضوعه، یک صلوات بر محمد. توی جنگل یه شیر، ما میگیم شیر، شما در فارسی افغان میگید شیر، مثل میگید یه شیری، یه حیوانی شیر میره، میرسه به روباه، به روباه میگه سلطان جنگل چی؟ روباه میترسه، در میشه، میگه شمایی، شما جنابالی هستید، قربان، شما سلطان جنگل. خیلی ممنون. میره میرسه به یک گرگ، گرگ هم قدیتر بوده از روباه، اونقدر نمیترسه، از گرگ میپرسه رو سلطان جنگل چی؟ گرگ جواب میده توی. شیر میره به فیل، از فیل میپرسه سلطان جنگل چی؟ فیل هیچ جواب نمیده، حرفی نمیزنه، خرطومش رو، شما مثل که در فارسی افغانی میگید خرطوم یا خرطومش رو بلند میکنه، شیر رو میپیچونه دور خودش، دور خرطومش بلندش میکنه، پرتش میکنه زمین. شیر بلند میشه، کمی خودش رو میتکونه و میگه که آخو قشنگ رو سلطان جنگلی دیگه چرا میزنید؟ قشنگ رو سلطان جنگل هستی دیگه چرا میزنید آخو؟ ملت مسلمان و مظلوم افغان باید مثل اون فیل عملا نباهد نشون بده که شیر سلطان جنگل نیست. ملت افغان خودش سلطان خودشه، خودش باید تعیین کنه سرنوشت خودشو. هیچ کشوری حق نداره که اسلحه صادر کنه، هیچ کشوری حق نداره پول بده کمک کنه به این آتش‌های جنگ داخلی. بذارن گروه‌ها بالاخره یه جوری کارشون حل بشه، دخالت نکنن.